صبحتان پر از نور الهی. برگشتیم و در ادامه برنامه گلبانگ هستیم. تشکر میکنم از همکار خیلی خوبم آرزو کاکر که بخش روان درمانی را خدمت حضور شما تقدیم کرد و ما میخواهیم که در این بخش مهمان خود را معرفی بگیرم که قرار است ما صحبت بکنیم در مورد به اینکه سواد چی هست و چی کسی را ما میتونیم بگوییم که با سواد. و در همین خصوص ما خوشبختانه که مهمان عزیز و محترم شمس الدین وطنیار که استاد دانشگاه هستند در برنامه با ما حضور پیدا کردند که قبل از همه ما حضورشان را به برنامه خوش آمد میگم. وطنیار صاحب سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام و درود خدمت شما و خدمت هموطنان عزیزی که برنامه گلبانگ را بیننده هستند. امیدوارم که یک صبح خوب خوش را آغاز کرده باشه. سلامت باشین. شما چگونه صبح را آغاز کردین؟ طبق معمول پر از مصروفیت ها و در عین حال یک صبح خیلی خوبی بود. بسیار خوب. چی حال دارین امروز هوای گرم؟ خدا رو شکر میگذره. بسیار خوب، بسیار خوب. چی خوب، از بپردازیم به برنامه و موضوعی که انتخاب کردیم. در نخست میخواییم که از شما بپرسم که سواد چی هست؟ یک مقدمه، یک تعریفی از سواد داشته باشین. شما زنده باشین. ببینین، سواد یعنی توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری است. بله. که اگر یک کس بتونه زبان مادری خود را و توانایی داشته باشه که بخونه و بنویسه با سواد است. و الهی که با در قرن 21 این تعاریف ها دیگه تغییر کرده و آمدن سازمان علمی فرهنگی یونسکو گفتن با سواد کسی است که یا سواد چیزی است که ما بتونیم توسط از او یک تغییری در زندگی خود ایجاد بکنیم. یعنی و همچنان با سواد به کسی گفته میتونیم که از دانسته ها و آموخته هاش بتونه یک تغییری در زندگی خود ایجاد بکنه. این خلاصه به همین شکل آمدن یک تعریفی را از سواد کردن. یعنی سوادی که تنها بر مبنای خواندن و نوشتن باشن امروزه دیگه کاربرد نداره. یعنی یک کسی اگر توانایی خواندن و نوشتن داشته باشه بگیم با سواد هست، خیلی سخت است که ما با سواد بگیم در قرن 21. بنابراین سواد یعنی درک و فهم و توانایی زندگی کردن به شکلی درست و معیاریش که ما بتانیم درست زندگی بکنیم، خوب زندگی بکنیم و زندگی خود لذت ببریم و مسئولیت خود را، وظیفه خود را به عنوان یک انسان درک بکنیم و این که ما چرا به این دنیا آمدیم و پس کجا میریم و چگونه باید زندگی بکنیم، همه اینا سواد به یک سواد نیاز دارن. بنابراین درک این مجموعه از ما به نام سواد یاد میکنیم و کسی که همچو موارد را رعایت میکنه و درک همچو موارد و توانایی را داره ما برای روزو یک شخص با سواد گفته میتونیم. بله. جناب وطنیار صاحب شما اشاره کردین که ما فردی که تنها خواندن و یا هم نوشتن را بلد باشه ما نمیتونیم به او فرد بگوییم که با سواد. بله. حالا میشه بگوییم که ما به چی کسی مشخصا میتونیم بگوییم که یک فرد با سواد هست یا این فرد فرد با سواد است و سواد داره؟ بله، شما زنده باشین. ببینین، مطابق تعریفی را که آخرین تعریفی را که سازمان علمی فرهنگی یونسکو کرده که به شکل رسمی هم نشر شده، و یونسکو تعریفی را که از سواد و شخص باسواد میکنه ایست که میگن که شخص باسواد یا سواد چیزی است که چند اصل را در اوج در نظر گرفتن. یعنی زیر مجموعی سواد آوردن که مثلا سواد مالی است یک موردش، و در بخش سواد مالی میگن که باسواد کسی است، کسی است که اینا توانایی درآمد دارن و میدانن که چگونه درآمد را مدیریت بکنن و همچنان توانایی مدیریت خرج را هم دارن. به این شخص میگن که توانایی یا سواد مالی دارن. بعد ما سواد رسانه‌ای داریم. برای سواد رسانه‌ای تعریفی که سواد رسانه‌ای میکنن میگن توانایی درک و فهمی رسانه معتبر از رسانه غیر معتبر هست و همین رقم توانایی درک و تحلیل محتویات درست از محتویات نادرست هست که ما برای سواد رسانه‌ای میگیم. و همین رقم سواد عاطفی است که توانایی برقراری و میزان ارتباط ما به لحاظ عاطفی با خانواده، با دوستا و با سایر مردم. و همچنان سواد ارتباطی است که توانایی ما در رابطه به ارتباط برقرار کردن با سایر انسان ها و آداب معاشرت هست. و همچنان سواد قومی نژادی را هم در برگرنده ای سواد گرفتن که این هم به معنی توانایی درک و شناخت اقوام، مذاهب و لسان‌های مختلف و نژادهای مختلف به خاطر فهم و
درک بیشتری که در جامعه‌ای که زندگی میکنیم ما چگونه با انسانها ارتباط برقرار بکنیم، که این مستلزم شناخت اولیه در رابطه با انسانها هستند که بعد باز ما بتانیم خوبتر و بهترتر با اونا ارتباط برقرار بکنیم، بهتر بشناسیم. که امروزه ببینین با در نظر داشت مجموعی این موارد را که ما در تعریف سواد یا زیر مجموعی سواد در نظر میگیریم، امروزه شما بهتر میدانین که ما با اکثریتی از انسان ها نمیتونیم که بگویم شخص باسواد است. چرا؟ این مجموعه را خیلی ها ندارن. مثلا تنها اگر سواد خواندن نوشتن دارن، سواد عاطفی ندارن، سواد ارتباطی ندارن، سواد رسانه‌ای ندارن. شما امروز میبینین فضاهای یک تعداد از رسانه ها و رسانه های اجتماعی را که به چه شکل دارن به سمت سوی میرن، که این خودشان از عدم سواد و فهم و درک استفاده از رسانه و رسانه های اجتماعی هستن. همین رقم بعد نکته دیگه را که این سازمان یادآوری میکنن به عنوان یک سواد، سواد رایانه یا استفاده از کامپیوتر هستن، که توانایی استفاده از کامپیوتر و موارد مرتبط بیت به فناوری و این موارد را هم جزء سواد گرفتن. بله، بله. و اینکه یکی از ویژگی ها و خصوصیات شخص با سواد است، که در مجموع این چند مورد را که مجموعی از این ما اگر نزد یک نفر دیدیم به عنوان یک شخص با سواد را میشناسیم، ولی کمتر از این در عصر امروز و در قرن 21 خیلی مشکل است که ما با افرادی که یک سری از توانایی را ندارن اونا را با شخص با سواد بگیم. حتی در متخصصین دانشگاهی هم امروزه آمدن استادای این بخش گفتن که ما حتی با اینا زیاد نمیتونیم شخص با سواد بگیم، چون که اینا آمدن یک رشته مشخص را به پیش میرن، ولی از خیلی چیزای دیگه اینا باز موندن. مثلا مشکل با خانواده دارن، با اجتماع دارن، با رسانه دارن، و مثلا سواد کافی در رابطه با مدیریت خرج و درآمد و اینا ندارن. بلد. و توانایی خیلی از فنها و هنرهایی را که لازم از در زندگی ندارن. برای اینا حتی شک و تردید وجود دارن که زیادتر شخص با سواد. بله، بله. گفته نمیتونه. بله، خیلی خوب شد جناب استاد که حرفای شما حائل قرار گرفت در مقابل عقایدی که بعضیا فکر میکردن که سواد فقط دانستن یا سواد فقط نوشتن و خواندن هست. خیلی خوب شد میشه اشاره بکنید در مورد به اینکه سواد یعنی داشتن سواد در زندگی روزمره و حتی در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی و حتی در زندگی زناشویی چقدر میتونه نقش داشته باشه و چقدر میتونه که مهم باشه. بدون شک ببینین سواد خودش توانایی است. خیلی کوتاه باشه و این یک داشتن سواد در زندگی خیلی مهم است. سواد برای ما میفهمونه ما چگونه زندگی بکنیم. فقط به نکات کلیدی اشاره بکنید. بله. و سواد برای ما میفهمونه که ما چگونه زندگی بکنیم، چگونه مثلا ارتباط برقرار بکنیم، چگونه ما از دنیای پیرامون خود لذت ببریم و مسئولیت و وظایف خود را انجام بدیم. ببینین امروزه خانواده هایی که دارای یک سواد نسبی هستن و خانواده هایی که دارای سواد اما نسبی هم نیستن، یعنی بی سواد هستن. بله. تفاوت به لحاظ درکشان از زندگی، تربیه خانوادگی، تربیه کودک و فرزند، اینا همشان متفاوت است. ببینین امروزه از زاوی جرم شناسی اکثریتی از مجرمین اشخاص بی سواد هستند یا در خانواده های بی سواد به دنیا آمدن و بزرگ شدن. سلامت باشین، تشکر. حضورتان بخیر باشه. سلامت باشین، تشکر از اینکه وقت گذاشتین و دعوت ما رو پذیرفتین. شما زنده باشین. سلامت باشین. بیننده های عزیز، امیدوار هستم که فرد با سواد را شناخته باشین. در حال حاضر هم چون وقفه خیلی کوتاه می داشته باشیم، برنامه گلبانگ ادامه داره. شما بیننده برنامه ما باشید.